سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیله فرزان. یکی دیگه از برنامه‌های گفتگو رو تقدیمتون می‌کنم. هفته گذشته 30 مهر انقلاب ایران وارد یک مرحله تازه شد. در شهرهای ایران اعتراضات وسیع و گسترده همراه با اعتراضات یا تظاهرات با شکوهی که در برلین برگزار شد قدرت دیگری از انقلاب رو نشون داد. همراه هستیم با حمید تقوایی تا نگاهی بیاندازیم به حرکتی که در برلین اتفاق افتاد. سلام میکنم به شما حمید تقوایی، خوش اومدید به برنامه گفتگو. متشکرم. منم خدمت شما سلام دارم و همچنین بینندگان این برنامه. خب برلین و تظاهرات اون جلوه با شکوهی از همبستگی جهانی با انقلاب ایران بود. یک ارزیابی مختصر از شما رو خواهان هستیم. خب چیزی که روشنه و فکر کنم همه میدونن، همه مشاهده کردن، اینه که این جنبش انقلابی که در ایران شروع شده ابعاد جهانی داره، به مرزهای یک کشور محدود نیست. از همون روزهای اول مردم دنیا، افکار عمومی، نیروهای مترقی و کلن هر کسی که دلش برای آزادی و رهایی انسان میتپه خودش رو وارد این مسئله کرد، در تظاهرات ها، تجمعات، در مدیای اجتماعی، در پیام هایی که مثلا هنرمندان، نویسندگان، سلبریتی ها در حمایت از مردم ایران منتشر کردن، یا حتی در پارلمان ها سیاستمداران وارد قضیه شدن. یک ابعاد گسترده ای پیدا کرد و این هر روز بیشتر و بیشتر میشه. به موازات این، ایرانیان مقیم خارج هم به اعتراضاتشون شکل بهتری دادن، سازمان یافته تر شد، متمرکز تر شد و اتفاقی که در برلین افتاد به نظر یک نقطه اوج این حرکت بود که چطور ایرانیان مقیم خارج واقعا فعالانه دخیلن و میخوان سهمی داشته باشن، میخوان اونها هم نقشی داشته باشن. روشنه که موتور حرکت، مبنای حرکت، محورش خود ایرانه. اعتصابات، تظاهرات خیابونی، دانشجویان، دانش آموزان، بخش مختلفی که میبینید الان وارد میدان شدن، خصوصا اعتصابات کارگری که داره گسترش پیدا میکنه. ولی به موازات این، ایرانیان مقیم خارج هم فعالتر شدن و بخشی از مردم خارج هم با خودشون میکنن و تو این تظاهرات هایی که ما میبینیم مثلا در برلین اتفاق افتاد، بله اکثریتش بالاخره ایرانیان هستن، ولی مردم خود آلمان یا تو شهرهای دیگه اروپا هم مردم کشورهای دیگه میان همپای ایرانیان مقیم خارج و در همبستگی با اونها تظاهرات میکنن، تجمع میکنن و این به نظر من یک ویژگی خیلی مهم انقلاب جاری در ایران هست. بله. خب آدم اینجوری فکر میکنه که روز 30 مهر ماه انگار که دریچه های دیگری رو به انقلاب باز شد. از این افقی که روبروی ما هست یه مقدار صحبت بکنید. ببینید به نظرم برلین چند تا نکته رو نشون داد که ویژگی هر انقلابی هست. اولا این که مردم چطور متحد و همبستن، چطور با هم به هم لبخند میزدن. خب بیشتر 80 نفر 80 هزار تا 100 هزار نفر در برلین جمع شدن ولی خون از دماغ کسی نیومد. بسیار پلیس برلین بعد از اون تجمعات اعلام کرد که این بزرگ یکی از بزرگترین تظاهرات ها در برلین بوده و یکی از آرامترین، متمدنانه ترین، کم درد سرترین. این گزارشی که پلیس برلین داره میده. خب چرا اینطوره؟ این به این خاطره که مردم با هم بستن، یک هدف معینی رو دارن، یک اراده جمعی ما میبینیم که فقط میتونه در انقلابات شکل بگیره. اراده جمعی برای به زیر کشیدن یک حکومت در داخل ایران، چه کسانی که در زاهدان الان مشغول جنگ و گریزن، چون دانشجو اعتصابی یا تجمع دانشجویی که داره علیه حکومت مرگ بر خامنه‌ای شعار میده، چه دانش آموزانی که تو خیابان‌ها شجاعانه دارن مبارزه میکنن، همه یک اراده واحدی رو توشون میبینیم، اونم این که میخوایم از شر این حکومت خلاص بشیم. و همین باعث شد برلین این شکل رو پیدا کنه که نزدیک 100 هزار نفر در یک شهر جمع بشن و خیلی متمدنانه، خیلی سازمان یافته، خیلی متحد ظاهر بشن، به نفعی که خود پلیس برلین تعجب کنه که یک همچین تظاهرات وسیع انقدر بی درد سر به قول خودشون برگزار میشه. من فکر کنم این خصلت
به اصطلاح متحد شدن همه بخش جامعه، 99 درصدی ها به اصطلاح، امروز دیگه اصطلاحی که به کار میبرن همه 99 درصدی هاست. 99 درصد مردم ایران مثل یک تن واحدن امروز، یک هدف معینی دارن و به همین خاطر تمام نیروها متمرکز شده و جهت داده شده برای به زیر کشیدن حکومت. این شعار رو شما تو لس آنجلس میبینید، تو برلین میبینید، تو سندش میبینید، تو تهران، تو همه جا. زن زندگی آزادی محور این هست. استو بدید اینم اینجا توضیح بدم، این که یک همچین اتحاد و یک همچین حرکت جهانی رو ما میبینیم که با انقلاب ایران به میدون میاد، به خاطر مضمون اون هست، به خاطر شعار زن زندگی آزادی است. این شعار چنان انسانی و چنان جهان شموله، چون چیزی میتونه جهان شمول باشه که انسانی باشه؟ مذهب، مرز، میهن، مقدسات که به انواع اقسام جنبش های ناسیونالیستی، مذهبی، قومی، قبیله‌ای میخوان تزریق کنند به مردم، اینا رو کنار گذاشته باشه و دست ببره به ریشه. برای انسان ریشه خود انسانه، به اصطلاح دست ببره به ریشه، و این ریشه زن زندگی آزادی کاملا به این رجوع میکنه. به همین خاطر به این سرعت انقلاب ایران جهانی میشه و این وحدتی هم که در میان خود ایرانیان ایجاد شده، حالا با هر گرایش حزبی یا گرایش سیاسی یا هر مذهبی، هر نسبیت ملی یا جنسیتی یا هر چی، چیزی که همه رو به هم دور هم جمع کرده مضمون عمیقا انسانی که در همین شعار زن زندگی آزادی خودش رو متبلور میکنه. خب داخل ایران چه اتفاقی افتاد؟ سیام مهر آیا ادامه همون تظاهرات ها بود یا اینکه یک تغییراتی ما دیدیم توی اعتراضات مردم داخل ایران؟ ادامه همونها بود، منتها در یک سطح کاملا جدید و گسترده تری، کوبنده تری. ببینید خارج و داخل الان دارن به همدیگه نیرو میدن، دارن همدیگر رو تقویت میکنن، همدیگر رو تشدید میکنن. نفس این که 80 هزار نفر در برلین جمع میشن، اولا قبل از اینکه اتفاق بیفته جوانان محلات تهران در اطلاعی که دادن که همون روز شنبه اونها هم تظاهرات و تجمعات و فراخوان دادن به اشاره کردن به خارج کشور. برای اولین بار من دیدم تو اطلاعیشون اینو گفتن که جمهوری اسلامی مدت هاست نماینده مردم ایران نیست، و این شعاری که تو خارج کشور مدام دارن میدن به این معنی که بخوان جمهوری اسلامی رو بایکوت کنید، برای اینکه این نماینده مردم ایران نیست. بنابراین قبل از اینکه برلین شروع بشه، نفس اعلام این که تظاهرات متمرکزی در برلین خواهیم داشت تاثیر خودش در ایران گذاشت و مردم خیلی بیشتری خودشون آماده کردن که روز شنبه به خیابون ها بیان. به خصوص جنبش دانشجویی وسیع حرکت کرد و بخش های مختلف جامعه، اعتصابات سراسری باز دوباره تو کردستان تو شهرهای بیشتری داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که روز شنبه در ایران افتاد که همه به این معنا گسترش بیشتر و دخالت بیشتر مردم در این تظاهرات ها بود. و بعد از اتفاق برلین هم روز فرداش، روز یک شنبه هم باز در ایران این حالت بود. امروز هم میبینید الان، قبلا وکلا بودن، الان پزشکان به این میپیوندن. اعتراضات به این جنایت هایی که حکومت داره تو مدارس دخترانه میکنه بالا گرفته و بخش های مختلف جامعه اومدن، مثلا در قضیه شکستن آپارتاید جنسیتی در دانشگاه که سلف سرویس رو مختلط کردن، این گسترش پیدا کرده، حتی استادا به این حرکت پیوستن. اینها همه جنبه های جدیدی از حرکت در ایرانی که به نظر من یکی از عوامل موثری که باعث شده اینطور مثلا گسترش پیدا کنه و با در ابعاد مختلفی گروه های مختلف اجتماعی بیان، این هست که در خارج کشور هم میبینن این حرکت داره همراهی میشه. ببینید من توی نوشتم اینو گفتم، برلین، اتفاقی که تو برلین افتاد فردا ایران رو نشون میده. این ترکیبی است از مردم از یک کشور دیکتاتور زده در یک شرایط دموکراسی نسبی غربی که میتونن تظاهرات کنن. این اتفاق فردا که زنجیرهای سرکوب در ایران سست بشه، مطمئن باشید هزاران برلین در ابعاد میلیونی در تهران و اصفهان و سندج و زاهدان و شیراز و همه شهرها خواهیم داشت. برلین داره فردا ایران نشون میده. درد مردم ایران، خواست مردم ایران همینه. اگر این سرکوب ها کمی سست بشه، اون وقت میبینید که مردم میان خیلی شفافتر، با خواستهای خیلی روشنتر، با سخنرانی های خیلی قراتر همون کاریو میکنن که برلین کرد. به نظر من این هم برای مردم الهام بخشه، برای مردم داخل ایران، که ما میریم به اون طرف، ما باید بتونیم تظاهرات نوع برلینی رو در تهران مثلا برگزار کنیم. اینها همه دست به دست هم میده و به این ترتیب به نظر فضای داخل ایران هم کاملا به
به نحو مثبتی به نفع انقلاب تغییر پیدا کرد بعد از برلین. بله، خب همه ولی مثل شما به این مسئله تظاهرات در برلین نگاه نمی کنن. جمهوری اسلامی که جای خودش داره، اول میگه به خاطر سوخت مردم جمع شده بودن و اعتراض به دولت آلمان بود، بعدن تهدید میکنه دولت آلمان رو که داری به اصطلاح امکانات ایجاد میکنی برای معترضین یا براندازان و غیره، و حتی بعضی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم دیدگاه نقادانه دارن به این مسئله. اینو چجوری میبینید شما؟ خب جمهوری اسلامی که بقول شما جای خودش، انتظار دیگه ازش نمیشه رفت، نمیشه داشت، به خاطر اینکه انقلابی هست که با شعار مرگ بر دیکتاتور رو جمهوری اسلامی نمیخوایم داخل خارج کشور شکل گرفته، اونم باید از این توجیهات مسخره خودش داشته باشه. ولی تا اونجا که به نیروهای اپوزیسیون مربوط میشه، به نظر اینا نمیشناسن انقلاب و اینا حرکت توده رو نمیشناسن. حالا اگر نیت سویی نداشته باشن که من فکر میکنم نیت همشون خیره، فکر میکنن به این شکل میشه مثلا مردم رو آگاه کرد یا نمیدونم تقویت کرد که بیاید بگید بله این گوشه این سخنرانی کج بود، فراخوان دهندش سابقش اینطوریه، اون یکی نمیدونم اشکال داشت، چرا تو برلین گذاشتن، چرا شهر دیگه نذاشتن. از این بحث هم راه افتاده که من فکر میکنم اینها حواشی هر انقلابی هست. اینها انقلاب، موج انقلاب از روی این نوع گفتمان ها و این نوع موزه گیری ها، خیلی ها بهش میگن مرزبندی، این نوع مرزبندی ها رد میشه. بیشتر این مرزبندی ها به اصطلاح موزه گیری های نقادانه از سر فرقه گرایی و دیدن گروه خود، حزب خود، تشکیلات خوده. چون این شعارها یا این حرکت ها 100% با اون مدل ذهنی که ما تو اون حزب یا اون گروهمون داریم جور نیست، بنابراین به درد نمیخوره، بنابراین فایده نداره. اون مدل ذهنی که این دوستان دارن هیچ وقت تو هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده، ولی این تجربه مدام تکرار میشه که هر انقلابی یه دهی که الگوهای ذهنی خودشون و اون به صاحب فرمول و سناریوی کاملا کتابی خودشون که هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده رو دارن، شروع میکنن به چکشکاری انقلاب که این گوشش کجه، اون گوشش کجه، این نیرو درست نیست، اون نیرو غلط نیست. به نظرن انقلاب از روی اینا رد میشه. ببینید تا همینجا نیروهایی بودن که قبلا میگفتن اگر تو مردم ایران تو تجمعات خارج پرچم بلند بشه ما نیستیم، مثلا مرزبندی داشتن میکردن با ناسیونالیسم، اولا هر پرچمی رو به حساب نیروهای راست میذاشتن و ثانیا میگفتن پرچم باشه ما نیستیم. ولی موج این همین تجمع 80,000 نفره چنان قوی و محکم بود که زبون ها رو بست. خیلی از اینا بالاخره رفتن تو برلین حضور به هم رسوندن، حالا پرچم های قرمز خودشون رو بلند کردن، ولی دیگه اون مرزبندی با پرچم خود به خود کنار گذاشته شد. این نیروها یا باید تو پیاده رو وایسن اگه میخوان به ذهنیات خودشون بچسبن، یا اگر میخوان بیان تو این دریا قطره از این دریا باشن و حرکت کنن، اون وقت دیگه باید اون معیارهای ذهنی خودشون رو کنار بذارن. بله باید این انقلاب عمیق‌تر بشه، باید موانع و اثرش جارو کرد، نباید اجازه داد تحریف بشه، عقب کشیده بشه و به اسم اپوزیسیون کسایی برن صفوف و تضعیف کنن، تفرقه بندازن. همین کار رو باید کرد، ولی برای اینکه این کار رو بکنید باید برید تو خیابان، باید در دل حرکت باشید. با منزه طلبی و تو پیاده رو وایستادن هیچ چیزی نمیشه تغییر داد. این سیاستیه که به نظر من حزب ما دنبال میکنه و به نظر من هر نیرویی که واقعا میخواد این انقلاب تقویتش رو پیروز بشه باید این سیاست رو داشته باشه. آخرین سوالم این هستش که گاهن صحبت میشه و بعضی از افراد یه ذره دلواپسن، میگن که نکنه دولت‌های غربی دوباره مماشات بکنن، کوتاه بیان، نکنه این اعتراضات کوتاه بیاد توی ایران کم بشه. شما چه جوری میبینید و صحبتتون با اینجور آدم ها چی هست؟ ببینید تا اونجایی که به مردم و صفوف خیابان و غیره مربوط میشه، تا همین 5 هفته ای که از این انقلاب گذشته نشون داده که مردم اهل کوتاه اومدن نیستن. خوشبختانه نه تنها این، بلکه هر روز عرصه‌های جدیدی باز شده. ببینید این انقلاب با تظاهرات و شورش‌های جمعی در خیابان‌ها شروع شد، بعد بخش‌های مختلف جامعه، کارگران نفت شروع کردن، دانشجویان از همون ابتدا شروع کردن، دانش آموزان، الان وکلا، پزشکان، این هم وارد گروه شدن، استادان دانشگاه. به این معنا جامعه داره، بخش‌های مختلف جامعه با اسم و رسم خودشون، با هویت خودشون دارن به این مبارزه میان. اشکال تازه‌ای داره جلوی مردم باز میشه، ابتکارات جالب می‌بینیم. الان دارن مثلا عمام آخوندها رو از سرشون برمی‌دارن و کلیپ‌ها شما داریم می‌بینیم. هر روز اتفاق تازه می‌افته، یا شکستن آپارتاید جنسیتی در دانشگاه. به این معنا از این نظر من هیچ نگرانی ندارم که این انقلاب گویا می‌خواد
کوتاه بیاد یا مردم جا بزنن. تا اونجا که به دولت ها مربوط میشه داستان فرق میکنه. دولت ها تا همینجا هم تحت فشار انقلاب مردم کم کم دارن از جمهوری اسلامی فاصله میگیرن یا لفظا هم شده از انقلاب مردم حمایت میکنن. اینکه دولت ها بچه بکنن دقیقا بستگی به این داره که این انقلاب با چه قدرتی پیش بره. اگر فرض کنید در خارج کشور تظاهرات 80,000 نفر برلین تبدیل بشه به 200,000 نفر و 500,000 نفر و میلیون نفره مثلا فردا در لندن و نمیدونم پاریس و جای دیگه، خب اون وقت باید منتظر باشید که دولت ها موضع قاطع تری بگیرن علیه جمهوری اسلامی، بیشتر از اون دور بشن، چون رو افکار عمومی مردم خودشون هم حساب کنن، فکر رأی فردای خودشون هم باشن، ناگزیرن به این تن بدن. بنابراین همه چیز برمیگرده به قدرت انقلاب مردم. ما میتونیم دولت ها رو وادار کنیم که جمهوری اسلامی کاملا بایکوت کنن، همون اتفاقی که در مورد آفریقای جنوبی افتاد در زمان رژیم آپارتاید نژادی در اونجا. اینو بارها گفتیم، در ایران هم میتونه این اتفاق بیفته. اولین قدم ها رو در این جهت برداشتیم و ما تمام تلاشمون این هست که به نیروی خیابان در داخل کشور و در خارج کشور این دولت ها رو مجبور کنیم که روابطشون رو کاملا با جمهوری اسلامی قطع کنن. این به نظرم امکان پذیره و من خیلی امیدوارم که این حرکت به فرجام برسه. متشکرم از شما حمید تقوایی. من هم تشکر میکنم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، در رابطه با اعتراضی که در برلین اتفاق افتاد یا تظاهراتی که در برلین سازمان یافت همراهی اون با انقلاب در ایران. امیدوارم این موضوع مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. شاد و سربلند باشید.